Ҳар рӯз мо навъҳои зиёди маҳсулотро истифода мебарем, ки ҳатто дар бораи онҳо, ки аз чӣ тайёр шудаанд, фикр ҳам намекунем. Дар айни замон таркиби хӯрокҳо метавонад шуморо ба ҳайрат оварад. Ман ин масъаларо бо диққат омӯхтам ва тасмим гирифтам маълумотеро, ки шумо эҳтимол намедонистед, мубодила карда пешкашатон кунам. Салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Некатоп. Дар канали мо обуна шуда зангларо паш намоед, як лайки дигар ва мунаворро оғоз мекунем. Рафтем. دوستان شما تماشا و رقابت های ورزشی جالب رو همراه با یک ایکس باز هم جالب تر کنید. رگستراسیای آسان، پر کردن و گرفتن مبلغ از تمام گوشه و کناری دنیا و کوفیسیئنت های بلند و مهمتر از همه بونوس تا $100 با پروموکدی نکا. معلومات های لازمه در کامنتاریا و به شما موفقیت خواهانیم. یکی از 10 محصولاتی که در مغازه خرید می شود قلبکی است و درآمدی گپ این آمار میانه سوپرمارکت هاست. اتصال کنندگان خرد و کلان با عوض کردن کمپوننت های قیمت بها و طبیعی با سرعت های ارزانی خود شروع کردند. گذشته از این در کارخانه های کلان این می تواند بیرون از آن روی دهد که رهبریت عالی حتی از آن آگاه نیست. محصولات قلبکی چنان که بسیاری ها فکر میکنند حتما زهرالود نیستند، گرچند که آنها از سبب فراوانی شیمیا در موجودیت آنها واقعا برای سلامتی خطرناک بوده می تواند. اما اینها همیشه تنها محصولات پسیفت با ارزش آذوقه‌واری می باشد که در آن بعض جزهای مهم عوض کرده شدند یا به طور کامل خارج کرده شدند و در بسته یعنی قوازی روی محصولات نشان دادن آن را فراموش کردند یا اینکه قصدن نمی نویسند. یکی از این محصولات میوسلی و گرانول ها می باشد و آنها کیها همچون با نهاری درست سینونیم شدند. بسیاری ها بیکن و تخم را به منفعت این غذای سالم پرتافتند. اما در هر یک خلطه گرانولا که شما می توانید از مغازه خوراکوری خریداری کنید، یک اسرار کلان پنهان کرده شده است. من در نظر دارم که آن دارای قریب 500 کالری و مقداری به نهایت زیادی شکر است. از این رو اگر شما خواهید که میوسلی واقعا سالم بخورید، میوه های خشک و اونند تخم افتوپرست خرید، آنها رو آمیخته کنید و از صبحانه واقعا سالم لذت برید. این میوسلی که از مغازه خرید میکنید، این تنها یک بسیار شکر در کاسه میباشد و خلاص. خرسهای مرمالودی. هر یکی ما حداقل یک بار در حیات خود خرسهای مرمالودی را چشیده ایم. آنها طعم نازک و جالب و درخشان دارند و شما هنگام دیدنشان تنها میخواهید که یک تا به دست گیرید و مزه کرده نوش جان کنید. اکنون بیایید بفهمیم که آنها از چی تیار میشوند. غیر از ایلووا با کمپوننت های مقرری اینها مثلا شربت شکر و آب میباشند. با مرمالود باز ژلاتین ایلووا کرده میشود. ژلاتین این ماده زرد بمزه از پوست مرغ و استخوان های گاو و خوک به عبارت دیگر گویمگر از حساب باقی مانده های استحصال های گوشتی محلی یعنی ادخود گرفته می شود. آیا شما تصور کرده می توانید این پرتاف ها هضم، خشک و خو کرده می شوند و سپس ژلاتین آماده می گردد. بعد از این شما می خواهید باز خرسی مرمالودی خریده خورید. گیاهخوران یعنی ویگتریانس نیز باید هوشیار باشند. برای گیاهخوران خرسی مرمالودی مخصوص موجود است که از علف ها یا ژلاتین سبزیجات تیار می شوند. اگر در حقیقت به شرطی که آنها از سبزیجات تیار شوند. اما گپ سر آن است که ژلاتین حیوانات نسبت ژلاتین سبزیجات یعنی رستنیگی خیلی ارزان تر است و تقریبا همه استحصال کنندگان آن را برای صرف کردن پول استفاده میبرند. چوب های خرچنگی. قریب همه دوست میدارند این چوب های خرچنگی رو، اما آیا میدونید که در حقیقت در ترکیبشان چقدر گوشتی خرچنگی حقیقی است؟ با جواب درست شاید شما باور نکنید، اما چوب های خرچنگی عموما از خرچنگ نه، بلکه از ماهی میده شده تیار میشود. این طعام صدها سال پیش در ژاپن پیدا شده بود، اما در دیگر کشورها ریشه نگرفته است. بنابر این ژاپنی ها برای بالان برداشتن مزه نمک، هنوت و دیگر کمپوننت ها را ایلووا کردند، سپس چوب ها را رنگ سرخ کرده خرچنگی نامیدند. اگر شما به من باور نکنید، شما میتوانید آنها را خودت با دیدن ترکیب این محصولات تفتیش کنید. پرینگلس ها یعنی چیپس ها. چیپسی که از کارتوشکا به طور مخصوص بریده و در روغن بریان کرده می شود رو همه ما و شما چشیده ایم. اما در اصل اگر شما در حقیقت فکر میکردید که این کارتوشکا است، پس خطا میکنید. متاسفانه این طور نیست، اما آنها پس از چی تیار شده اند؟ اصلا در ترکیب پرینگلس ها تنها 40% کارتوشکا می باشد. باقی مونده ترکیبشان رو آرد و آب رو تشکیل می دهد. اپارات مخصوص خمیر رو تیار کرده برای پرینگلس آماده میکند. پس از آن آنها رو پخش میکند و در برآمد آن چیپس های مدور اشتها آور میبراید که ما با آنها سخت عادت کرده ایم. سوک یعنی شربت. قریب همه استحصال کنندگان میگوید که محصولات آنها 100% طبیعی میباشند، اما طعم افشورده شده از بسته از طعم افشوره تر و تازه هنوز فشورده شده خیلی فرق میکند. گپ در سر آن است که شربت تر و تازه طبیعی از سینونیم دور نیست. شربت بسته شده از کنسنتره تیار کرده میشود و آن را مدت خیلی زیاد نگاه داشتن ممکن است، تا چند سال یعنی، در حالی که شربت تر و تازه خیلی زود ویران میشود. اکنون شما فرقیت را میدانید.
چگونه گوشت در حسیب با گوشت قیمه ایواز کرده می شود. استحصال کنندگان صنعتی هیچگاه این محصولات را از قسمهای قیمتبهای گوشت یعنی از گوشت حقیقی تیار نمی کنند که آن را ممکن است که با قسمها ریزه کرده بسته بندی و قیمت فروخته شود. با حسیب گوشت میده شده می رود که اصلا با چیز دیگر به کار نمی رود یعنی از ادخودها که این واقعا دهشت آور است. در این پرتوفو قسمهای باقی مانده های گوشت نیز موجودند. آنها گوشت قیمه را در کاتگوری های گرانبها A و B پیچانیدند که در آن ترکیب گوشت باید از 60 تا 80 فایز باشد. اما اینچنین کاتگوری های پایانتر نیز هست یعنی ارزانتر که حتی کمتر از 20 فایز گوشت را ترکیبشان درست و شما فکر میکنید که چی طور آنها مسائل لازمه را میگیرند. در حسیب ها و حسیب چه ها گوشت اکثر وقت با پروتئین ارزانی کلاگن ایواز کرده میشود که در تغمخ ها ها کلمه های سفیده حیوانات را نویسته همچون نقاب استفاده میبرند یا استابلیزاتور سفیده از جسد کارکرد شده گوشت طوری که ما الکای گفته بودیم استخوان های خشک شده پوست ها پرتوف ها و دیگر قسم های به تب تیار کرده میشوند. آن را ضررناک نامیدن ممکن نیست اما ارزش بیولوژی آن نیز نهایت پست بوده ارگانیسم را با مواد ضروری تولید بافته تامین نمیکند. با حسیب های میده شده نیز روغن زیاد اضافه کرده میشود. بعضی وقت در محصولات غیر از آن قریب چیزی دیگری نیست. هنگام بریان کردن کاکتیل ها از چنین گوشت قیمت در مایه از آنها برآمده کاکتیل ها اصلا غرق میشوند. نهایت در محصولات کاتگوری پایانی گوشت با لوبیا ایواز کرده میشود و کاملا تمام آنها اکثرا از گمه ها است. گنه های تغییر یافته خشمی کیها گنه های طبیعی را ایواز کردند. از این رو در سوهای اگروصنعتی جهانی لوبیای پاک قریب که وجود ندارد. دوستان عزیز در همین جا نوار امروزه ما به آخر رسید. با شما پسند آمده باشد دست کنید که بلایکتون تا ویدیو آینده در پناهی الله باشین. خیر.